ماجرای سربازی رفتن جین و اینکه کی قراره از سربازی برگرده بقیه اعضا کی قراره برن تو سربازی قراره چیکار کنن آیا با اینکه شوگاشون اشو عمل کرده بازم باید بره سربازی یا معافه همه و همه توی این ویدیو سلام به روی ماهتون امیدوارم تو این روزهای عجیب و سخت حال دلتون خوب باشه 12 دسامبر 2022 بود که هیچ از طریق رسانه های رسمی اعلام کرد که جین به عنوان یه سرباز توی ارتش ثبت نام میکنه و دوباره اعلام کرد که هیچ رویداد رسمی در روز ثبت نام توی اردوگاه برگزار نمیشه. بیکیت میوزیک از خبرنگارها درخواست کرد که به خاطر جلوگیری از ازدهام بیشتر محل ثبت نام به دلیل حضور سربازها و خونواده هاشون و تعدادی طرفدار از بازدید از محل ثبت نام خودداری بکنند و گفت جهت جلوگیری از اتفاقات امنیتی به خاطر ازدهام جمعیت جین توی یک وسیله نقلیه به صورت جداگانه و بدون دیدار با رسانه‌ها یا طرفدارا به اردوگاه آموزشی منتقل میشه در ادامه بیانیه‌اش هم اعلام کرد که به حمایت از جین ادامه میده و سوک جین در 12 ژوئن 2024 از سربازی مرخص میشه با توجه به عکسای منتشر شده و ویدیوی جدید بنگ که لینکش رو توی دیسکریپشن براتون میذارم پسرا جین رو تا رفتن به اردوگاه آموزشی همراهی کردن و عکس و فیلمای جذابی با هم دیگه گرفتن و حالا بواشون هم میتونید توی ویدیو ببینید که همشون عشق توی چشمشون بود و خلاصه اینجوری حالا بیاین یه سری اطلاعات بهتون بدم راجع به اینکه جین الان کجاست و سربازیش قراره چطوری پیش بره جین توی کمپ آموزشی یونجا اون ثبت نام کرده و طبق گفته یه بقیه یه سربازا که اونجا خدمت کردن اونجا توشک رو, رو روی زمین توی اتاقهای سی نفره پهن میکنن و روش میخوابن به اونها آموزش استفاده از اسلحه و مهمات جنگی تا قبل از انجام سناری های سخت دوران جنگ داده میشه و سختترین کار اونجا قرار گرفتن کنار داورا توی اتاق گاز تا اثرات گاز سی اس رو تجربه بکنن و مجبورن که یک بمب واقعی رو هم منفجر بکنن مثل اینکه اونجا از نظر روحی شرایط خوبی داره و همه گروبان ها رفتارشون دوستان است یه مقاله در مورد سربازی جین منتشر شده که میگه الان جین به همراه بقیه تا یک هفته توی قرنطینه هستن و با مطالعه قرار قوانین رو یاد بگیرن از وقتی هم که جین به طور رسمی سربازیش رو شروع کرده خیلی ها براش پیام فرستادن و براش آرزوی موفقیت کردن یکی از اونها هم کیم نام گیل هستش که برای جین یه پیام گذاشته پیامش رو با هم دیگه توی تصویر میبینیم و من اینجا براتون معنی صحبتاش رو میگم سوک جین زمان عین برق و باد میگذره برو به سلامتی از سربازی برگرد بهت به قول میدم به دیدنت میام وقتی اومدم میبینمت اونجا صحیح و سالم برگرد حالا بریم سراغ سربازی رفتن یونگی که این روزا بازار شایعه رو براش داغ داغ کرده. طبق گزارش ها و مقاله هایی که منتشر شده از طرف خود رسانه های یونگی به سربازی نمیره و فعالیتی توی پادگان ها نداره و قرار خدمت سربازیش رو به عنوان یه مددکار اجتماعی توی یه اداره دولتی بگذرونه. بیکیت هم این مقاله رو تایید کرده و گفته که یونگی تنها عضویه که به خاطر مصدومیت و عملشونش به جای خدمت سربازی یه مددکار اجتماعی میشه و نسبت به بقیه اعضا سه ماه سربازیش بیشتر طول میکشه و در آخر هم همشون به غیر از یونگی مثل جین به سربازی اعزام میشن و باید برن پادگان هم از این ویدیو امیدوارم دوستش داشته باشین و به تمام شایعه ها پایان داده باشم موتور هم که هایپ قولش رو داده یا همون بیگ هیت انترتینمنت خودمون قولش رو داده تا 2025 همه پسرمون از سربازی برمیگردن و فعالیت گروهیشون رو مجددا شروع میکنن اگه از این ویدیو خوشتون اومد ممنون میشم که لایک کنید کامنت بذارید و سابسکرایبمون کنید دوستتون دارم 아이고야. 안녕. 안녕. 알라라라라라라라랄